به نام خدا. تحویل سال 1397 هجری شمسی 38 ثانیه دیگه مونده شبکه سوم سیما، شبکه اول و پنجم سیما و شبکه دوم سیما، همگی در حال ضبط لحظات تحویل سال 1397 هجری شمسی. تا تحویل سال نو 17 ثانیه 16-15. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حب الحال نال و احسن الحال. تحویل سال 1397 هجری شمسی. به ظهورش گره از کار فرو بسته ی عالم بکشم. این هم جناب آقای احسان علی خانی، شبکه سوم است. شرکت بینام بانیم شبکه اول سیما، سید علی زیا شبکه دوم سیما، بیام رو سنا علی خانی. این هم سفره افسین عید تنیزاده دکتر تنهای مملکت سال 1997 هجری شمسی. تحویل سال هم ساعت 19:45 دقیقه و 28 ثانیه روز سه‌شنبه 29 اسفند 1396 هجری شمسی بوده. متاسفانه دفتر تنهایی ما همینطور ادامه داره، تنهایی که به خاطر پرونده قتل فرشته و بدلکاری مربوطه و قتل امیررضا اتفاق افتاده و این پرونده کسی که بدلکاری کرده الان توی پاریس داره دکترا میکنه که اعزام دانشجوش اقدام شده در این مؤسسه و بدلکاری مربوطه که این پرونده اینن 23 اسفند امسال برای مسئولین صدا و سیما آقای احسان علی خانی، رضا رشیدپور، هرمز شجاعی‌مهر و سید علی ضیا، مجریان برنامه نوروزی و غیره ارسال شده، اما هیچ تماسی از اون جهت یک هفته پیش ارسال شده به پست پیشتاز که بلافاصله رسیده، در عرض یک روز به خواهرم ارسال کردم و اما هیچ تماسی از سوی مسئولین حتی به خاطر اینکه امیدی نویدی برای اقدام موثر در این زمینه انجام بدن نشده. فرشته در تیر ماه 83 در برگشت به ایران به قتل میرسه و شهر برمو اشترسه بدل ایشون به نام دنیا به موسکو اعزام میشه و نقش ایشون رو بازی میکنه. بعدا در پایان آذر 95 دنیا به سمت پاریس مهاجرت میکنه برای مهاجرت تحصیلی و بدل شماره 3 که ظاهرا اسمش آذره، نقش بدلکاری رو از آذر 95 تا امروز که فروردین 97 است ادامه میده. عکس کاملا واضح است، شکل لاله گوش در فرشته منحنیه، در این منحنیه، در این قسم منانی، اما در لاله گوش دنیا کشیده هستش که کاملا مشخص باشه کسی که دندانم در اینجا کاملا مورزه که این دور رو از هم تفکیک کنه حتی بدون آنالیز دی ان ای. اینم زخمایی هستش که دنیا اومده بود سال 83 رو بدن سریع ایجاد کنه در عرض یک ماه که بدون مرگه 1353 رو قبل از لو رفتن بگیره. اینم خروج دنیا از ایران در سال 95 که پیامک دیگه تیک نمیخورده در اینجا، بیشتر از این اینجا تیک خورده و اینجا تیک نخورده. و توقیف خودروی من در زمانی که 5 ماه قبلش دنیا ایران رو ترک کرده، درخواست حکم جلب توسط زن بدلی که 7 ماه قبل دنیا رو ترک کرده بود و بچه بدلی و ادامه ماجرا که بل عدم ناخونی رنگ چشم نبیه سایر مدارک کامل ارضا شده. اینم امیررضا
در سال 93 به قتل رسیده و بدلش به نام عباس نقش اینشو رو بازی میکنه. این عکس ها همه کلا اینم عباس که اصلا روش نمیشه دو دوربین نگاه کنه و بدلی بودنش رو کاملا چند بار با ذکر کلمه نمیدونی میخواست فکر کنه که متاسفانه این بچه ناخلف میاد تو تلگرام میگه اگه نفقه منو ندی میرم ازت شکایت میکنم. این از بچه به نام امیرزا یانسل. متاسفانه این مدارک کلن ارسال شده به دست لازمه در دقیقه 23/12/96 از پست پیشتراست شده به مجرم محترم احسان علی خانی و بعدی همون 23/12/96 سید علی زیا مجری شبکه اول سیما و رضا رشیدپور مجری شبکه سوم سیما 23/12/96 و آقای هرمز شجریمر در تاریخ همون 23/12/96 که متاسفانه حتی تماسی هم به من نگرفته. متن نامه به این صورت بوده که این بالا نشون داده شده صدا سیما و درخواست کمک فوری بابت جنایت قتل همسر فرزند نه بعد از گاری مربوط به 13 سال جهت تسهیل روند قضایی دادگاه پیوسته عکسای مقایسه‌ای و دیسک دی وی دی مشترک که در اینجا نام 4 موجب جداگانه نوشته شده و در 4 نامه جداگانه ارسال شده در 4 صفحه که کل قضیه توضیح داده شده در اینجا در این 4 صفحه و برای مجرم محترم ارسال شده و شاید به دستشون طبق سایت پست این معمولی پیشتاز به دستشون رسیده و دلیور شده اما شماره موبایل هم دادیم اما تماسی با ما نگرفتن. ظاهرا سر مجریان عزیز شلوغه در گرم شبکه هایی هستن که به حال در گرگان دیده نمیشه اما در تهران دیده شده مثل تماشا HEVC که در گرگان دیده نمیشه اما در شبکه های تهران قابل دریافت بوده اینجا دریافت کردیم تماشا HEVC. خسته نباشی برادر ببخشید خسته نباشی برادر. اینم از سرنوشت تنهایی ما که کمکان ادامه داره و منم وحید تحریزاده اینجا گرگان منزل استجاری ما هستش. امید روزی که انشاءالله در آینده نزدیک بتونیم این تنهایی رو با کمک مسئولینی که تا حالا نتونستم کمک لازم رو فراهم کنن این تنهایی رو به پایان برسونیم. وحید تحریزاده گرگان.